او د خبرونې دوام سپینه ماڼۍ په هغو معلوماتو لاسرسی موندلی چې ښایي چین په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو د برید په موخه غیر دولتي افراد ته پیسې ورکړي دي. نور حال په ریپورټ کې ګورو. سی ان ان په دې راپور کې راغلي چې ډانلډ ټرمپ د دسمبر په لومړیو کې معلومات ترلاسه کړل چې چین غیر دولتي افرادو ته د پیسو د ورکړې په لټه کې دی څو په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي چارواکي سی ان ان ته ویلي چې دا معلومات د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار لخوا له ټرمپ سره شریک شوي او ژر به له محرمیت ووځي. د دې راپور په یوې برخه کې د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له خولې راغلي چې امریکا افغانستان ته د چین لخوا د وسلو د ناقانونه انتقال په تړاو اطلاعات ترلاسه کړي. امریکا له دې اطلاعاتو سره په احتیاط چلند کوي، خو د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په اړه هر ډول راپورونه موږ ډېر جدي نیسو. چین او افغان حکومت تر اوسه د دې راپور په هکله خبرګون نه دی ښکاره کړی، خو مخکې له دې په افغانستان کې د جاسوسي په تور د 10 چینایي وګړو د نیولو په تړاو راپور خپور شوی و، هغه راپورونه چې افغان حکومت نه دي تایید کړي. افغانستان میدان جنگ کشورهای خارجیش دار و یا بر قدرت ها میخوانه که دیگر در افغانستان شکست بدن و جالب قضیه اینجاست که آقای ترامپ در وقت آخر خود به پای برد. ول خود افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي د بدخشان په ځینو سیمو کې د وسلوالو ډلو پراخ حضور د اندېښنې وړ وباله. موجودیت افراد یا توریستای خارجی بودند که در ولایت بدخشان به پیمانه وسیع در ولسوالی وردوج و یمگان و در شهر بزرگ و راق و اینجا وجود داشتند و این خودش جزئی از توافقاتی است که باید در افغانستان یا خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استعمال نشوند. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو ادعا کړې وه چې روسیه په پټه له طالبانو مالي ملاتړ کړی چې امریکایي ځواکونه ووژني، کومه ادعا چې د روسیې لخوا رد شوه. سیاسي فعال ادریس رحماني راسره په دې موضوع باندې بحث او خبرې اترې لري. رحماني صاحب ډېره زیاته مننه. دغه څه چې په ریپورټ کې تاسو واورېدل، فکر کوئ چې اوس د افغانستان په قضیه کې هغه ښکیل هیوادونه، هغه ښکیل استخبارات چې جګړه مخ ته وړي په یو ډول نه یو ډول اوس دیو مخ په رسوا کېدو دي او ښکاره کېږي د دیو فعالیتونه د افغانستان د سولې بهیر را رسېدو سره. ستاسو په نظر او ستاسو په تحلیل دغه نوې کیسه څه کېدای شي؟ با سلام به شما بیننده‌های تلویزیون. من فکر میکنم بیرون افتادن از این مسئله و درس کردنش به مطبوعات یک کم مسئله نوست، ولی از روی به اصطلاح منطق همین تداوم حضور امریکایی ها در افغانستان و ایجاد شورشگری در مقابل حضورشان از قبل حد زده می شد که مثل دوران جنگ سرد که روس‌ها در افغانستان بودن به احتمال اغلب کشورهایی که از حضور امریکایی ها در افغانستان احساس خطر میکنن احتمالا در عقب شورشگری به شکل از اشکال وجود دارند. ما فکر میکنم آل آیستایسته هر قدر اوضاع نسبتا بحرانی شده میره، خصوصا هر قدر ما ببینیم که طالب ها با امریکایی ها دارن کنار میان، کشورهایی که قبل از او اونا را حمایت میکردن و کمه به اصطلاح در اخفای کار میکردن ممکن است با کارهایشان شدت ببخشند، از جمله چینی ها و همین شدت بخشیدنشان باعث میشه که آهسته آهسته دولت سرگوش آب پیدا بکنه، از مسئله آگاهی پیدا بکنه، گای گای به مطبوعات درس بکنه و دیگرها هم آهسته آهسته آگاه شوند. یعنی حقیقت که دیشی خاقل رحمانی دغه موضوع سوال شما رو نگفتم باز مزر. یعنی حقیقت که دیشی دغه موضوع واقعیت به اولری؟ بله، از بسیار سابق همگی از روی منطقه هم حدس میزدن، ولی کسایی که به دست اول معلومات دست اول استخبارات دسترسی داشتن اونا هم میدانستن که چینی ها احتمالا در عقب حمایت شورشگری طالب ها است. درست مثل از اینکه چینی ها در زمان که روس ها در افغانستان بود هم به شکل غیر مستقیم مجاهدین کمک میکرد با روان کردن سلاح و اسلحه و چیزا. این بار هم متفاوت از این است. در دنیایی که ما زندگی میکنیم هر باری که یک قدرت بزرگ یا قدرت محلی یا منطقوی دیگه بخواه به چالش قرار بده به احتمال اغلب قدرت بزرگ به میایه و به میخواه که به حسابشان کم برسه و در این وقتی چنین میشه قدرت های محلی ناچار هستند با استفاده از امکاناتی که در محل دارند قدرت های بزرگ به چالش بکشد. یک روند بسیار نرمال است. صحیح درست ده چې د پخوانه همدغه وضعیت روان دی د سیمې هیوادونه دغسې هڅې کوي چې په افغانستان کې هغه جګړې ته دوام ورکړي، هغه نیابتي جګړې ته او د یو بل هیوادونو پر ضد باندې وجنګیږي. اما اوس شرایط داسې دی چې هلته په دوحه کې ټول سترګې دوحې ته دي چې د دوحې مذاکرات دي، هلته د افغانانو ترمنځ څه تاثیرات کولی شي د دوحې په مذاکراتو؟ ببینید در مذاکرات دوحه چیزی که حال دیگه به نتیجه رسیده اویی است که کنار آمدن امریکایی ها با طالب ها بود و این درست اون نقطه است که احتمالا میتونه چینی ها را به تشویش انداخته باشه، به خاطر از این که چیزی را که چینی ها بسیار زیاد ازش به شدت هراس دارن و شما هم پیشتر در راپورتان نشر کردین همی است که اگر طالب ها همراه امریکایی ها کنار آمده باشند و یک سلسله متوافقات سری را انجام داده باشند، بنان از این به بعد حضور شورشگری های بسیار جدی در سرحدات چین مثل ولایت بدخشان به شدت بر از اونا سوال برانگیز میشه و اونا ناچار هستن. حالا ما و شما هم اگر در جای چینی ها بودیم از این به بعد دست به دو کار میزدیم، یکی که کوشش کنیم که دوباره با طالب ها روابط به شکل به اصطلاح ایجاد بکنیم که اونا را از زیر به اصطلاح از دست یا موافقت امریکایی ها بیرون بکشیم و یا ای که شما ناچار هستین برین و لایه های جدید از شورشگری را ایجاد بکنین، خصوصا کتله های جدید و گروه های جدید حمایت بکنین تا اونا در مقابل دولت و طالب ها یک جایی منعیس یک جبهه سیوم استاد شوند تا نگذارند تا بعداقل اینا نتوانند برای چین مشکلات ایجاد بکنند. خپل چینایان غواړي چې په دغسې یو وضعیت کې چې اوس په افغانستان کې دي د امریکا سره تقابل وکړي او خپله امریکا آیا په دې هڅه کې ده چې د چینایانو هغه پټ اړخونه اوس را برسیره کړي او یو څه په سیمه کې یو څه لانجمن کارونه ترسره کړي؟ تاسو هم په دې یقین باندې یاستئ؟ ببینید قدرت های بزرگ وقت با هم رقابت میکنن در سطوح مختلف، در جبهات مختلف، در جغرافی های مختلف پیوسته این مسئله جریان می داشته باشه. برای امریکایی ها و برای چینی ها بیرون انداختن از این به مطبوعات اوقدر به دو دلیل بسیار زیاد قابل به اصطلاح توجه نیست. یکی که فکر میکنن که طرف مقابلشان فکر میکنه که این یک نوع ضعف است، بنا اونا وقتی بخواهند با هم در خفا با هم مسابقه بدن هر دو طرف میدونن که ما مسابقه میدیم و تا حد امکان کوشش میکنن در اخفا نگاهش بکنن. من فکر میکنم وقتی بیرون مفته یا از روی تصادف بیرون مفته و یا هم کسایی هستند که به اصطلاح به شکل اشکال به شکل انفرادی تصمیم میگیرن که معلومات بیرون بندازن، ولی اگر بعد با اخبارات خود چینی ها بر بگردین یا روس ها یا آمریکایی ها، اینا ده ها سال میشن که در افغانستان با هم رقابت میکنن و دو طرف بالای هم دیگر حمله میکنن، اما در منظر عام مقدر برای هم چیزی نمیگن. ما یک مثال براتون میتونم در آغازین سالهایی که آمریکایی ها به افغانستان آمده بودن، یک بار همی شفاخانه جمهوریت چینی ها میخواست ترمیم بکنن و این شفاخانه چپه شد از پیششون. در اون وقت چینی ها بسیار زیاد به اصطلاح از نظر عامه در انظار مردم بسیار زیاد نسبتا بی‌آب شده بودند. امریکایی ها را تا ازشان وقتی کمک هم میخواستن تا آخرین لحظه نمیخواستن کمک بکنن تا خوب صحیح بی‌آب شدن، ولی در آخرین لحظه رفتن مثلا کمک کردن، نفرها را بیرون کشیدن. از همون وقت معلوم میشد یا مثلا وقتی چینی ها آغاز کردن یک سرک در شمال افغانستان جور بکنن، دفعتاً تمام انجینرهایشان اختطاف شد و بسیار به جنجال افتادن و در نهایت پروژه را بسته اعلام کردن رفتن. بسیار آغاز معلوم بود که جنجال آهسته آهسته شروع شده. دا چې په افغانستان کې خپل امریکایان خپل حضور کمی که څه هم استخباراتي حضور پاتې کیږي یا ځینې اډې به په افغانستان کې تاسو داسې په دې فکر نه یاست چې چین نه پرېږدي چې د امریکا خپې له افغانستان څخه یو څه حضور کم شي، بالاخره غواړي چین چې امریکا په افغانستان کې مصروفه وساتي، لګښت یې وشي، تلفات ورکړي، ځکه چې په یو ډول نه امریکا او چین سره په تقابل کې د هغه په نظامي او هم په اقتصادي معنا ورکې دیو سره سیالي لري. آیا چینایان اوس د داسې یو لوبې په هڅه کې نه دي؟ چینی ها ای تو یک بازدید بسیار در سالهای 2002 تا 2000 تقریبا 2005 تا 2010 کار زیاد کردن. اونا امیدشان این بود که اگر امریکایی ها همراه افغان ها در یک شق بند مانند، مثل که روس ها ماندن یا مثل که انگلیس ها ماندن، بالاخره پختن هم ورسره دا مطرح کومه چې خپله د افغانستان حکومت ته په داسې یو وضعیت کې څه پکار دی چې څه باید وکړي د دغسې سیمه ییزو او همدارنګه د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو د تقابل په صورت کې چې ښکاره کیږي دیو باید څه ډول یو دریځ غوره کړي؟ من فکر میکنم دولت بجز از این که به شدت کوشش بکنن همراه طالب ها سر یک فرمول تقسیم قدرت کنار برن، او خود راه زیاد برشان باقی نمانده. دلیلش هم به خاطر است که من فکر میکنم دولت تمام امیدش که یا در این 20 ساله که با طالب ها در جنگ بود و حداقل میتونست در مقابل طالب ها مقاومت بکنن، دلیلش این بود که امریکایی ها حمایتشان میکرد. ولی اگر قرار باشه امریکایی ها با طالب ها کنار بیان و اونا اردو فشار برن، من فکر میکنم دولت گزینه بهتر از این نداره که زود کنار بیه. اگر فرضاً تصور بکنیم که بخواین کنار نیان و همراه طالب ها بجنگن و بگن خب ما حتی اگر امریکایی ها هم همراه ما کنار نمیم و همراه طالب ها میجنگیم، یگانه راهی که برایشان باقی میمانه رفتن به طرف به اصطلاح کشورهایی است که در جبهه مقابل قرار میگیره و از اونها حمایت خواستن است. و این کار است که دولت چندین بار در گذشته هم انجام داده، برای هند مراجعه کردن، برای روس ها مراجعه کردن، برای چینی ها مراجعه کردن. ولی مشکل در دنیای سیاست یک مشکل جدی است که شما با یک طرف هم پیمان میشین و اساساً با وجود آمدنتان به اساس حمایت از یک طرف سیاسی میشه، بسیار براتان مشکل خواهد بود که یک روز از او ببرین و برین به طرف مقابل بگین از امروز به بعد به طرف شماست. این کار دکتر نجیب اگه یادتان باشه بسیار با مشکل اینقدر زحمت کشید ولی در نهایت هنوز هم نتیجه نداد. برای دولت هم بسیار زیاد مشکل خواهد بود اگر همین امروز بخواین با مستقل بجنگن. خب من مطمئن هستم بسیار زود به شدت شکست میخورن، چون از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی هیچ پایه‌های درست برای دولت ایجاد نکردن در 20 سال. ولی اگر برن برای جلب حمایت، اکثر کشورهایی را که در موقفی هستند که میتونن کمک بکنن و با امریکایی ها مشکل دارن، اونا با این دولت دیگه اعتماد نمیکنن. این یک فرمول بسیار طبیعی در دنیای سیاست است که شما برای کسی که سالها در مقابلتان بوده، دفعتاً اگر یک شبه به اصطلاح یک گردش 180 درجه‌ای میکنن، نمیتونین سرشان اعتماد بکنید. درست. یعنی اوس چې چین په سیمه کې د پاکستان سره په یو ډول نه ډېره ټینګه همکاري لري په هره برخه کې، د افغانستان حکومت نشي کولی چې د سیمې هیوادونو څخه په یو ډول نه یو ډول استفاده وکړي. یعنی دا چې د افغانستان حکومت هم د چینایانو سره ښې اړیکې وپالي او په سیمه کې هغه د خپل د سیاست د معنا ور په خاطر باندې استفاده کړي، او که نه خبره داسې ده چې هر څوک خپل سیال ګوري، لا موږ د چینایانو سیال شوي نه یاستو. ببینین در دنیای سیاست شما وقت از خود زور نمی داشته باشین و ضعیف می باشین و در بین قدرت ها قرار می گیرین، یکی از مهارت هایی را که باید پیوسته یاد داشته باشین و نگه بدارین اوی است که با هیچ طرف بسیار زیاد گرم نگیرین و با هیچ طرف بسیار زیاد سرد نشوین. این یکی از رازهای بقای است که به طور مثال پاکستانی ها پیوسته را بسیار خوب بازی میکنند. در اوج جنگشان با روس ها روابطشان با روس ها نگاه کرده بودند، ولی در اوج همکاری امرای امریکایی ها به خاطر شکست روس ها با امریکایی ها در نهایت هر دو طرف میفهمیدند که یعنی دوست به نهایت جانجانی نیستند. همین کار امروز پاکستانی ها با چین و امریکا میکنند. با وجودی که در ظاهر به طرف چینی ها بیشتر لمیدن، اما در نهایت همراه امریکایی ها هم همکاری کرده رایستن و دلیلش همی است که نمیخواهند به هیچ وجه در یک وضعیت قرار بگیرن که اگر یک طرف شکست بخوره به طرف بازنده باقی بمانند. بنابراین با هر دو طرف روابط خود نگاه میکنن. متاسفانه ما افغان ها چون از نظر سیاسی بسیار مشکلات زیاد داریم، ولی یک بود مشکل ما دانش سیاست است که در دنیای سیاست ما هیچ کس از روی دانش کار نمیکنه، همین از روی بسیار مسائل دیگر در دنیای سیاست میرن و اونجا مصروف میشن. در دنیای سیاست ما مشکلی است که ما مثل سیاه و سفید هستیم، مثل 100 و 0 هستیم، یا همراه کسی بسیار زیاد دوست هستیم و یک شبه اگر اعصاب ما خراب شد بین حد دشمن میشیم. این رقم یک شیوه برخورد، یعنی عجولانه تصمیمون نیسو. ببینید برای یک کشوری که خودش قدرت نداشته باشه، از خود سر پای نباشه، این شیوه برخورد همیشه مثل قمار است. اگر تصادف شما در طرف برنده ماندین باز خوشا به حالتان، ولی اگر تصادف در طرفی که شما امروز بین حد دوست بدین او باخت، دیگر طرف برنده شما را هیچ وقت نمیپذیره. و در این زمان شما اگر دفعتاً در میان بازی سویچ میکنین از یک طرف به دیگر طرف، هر دو طرف نمیپذیریتان و اینمی اون مشکل است که پیوسته شما دیده باشین. داود خانی کار کرد، یعنی اوس اړینه ده چې پاتې شو د امریکا سره خو راه بسیار مهموره. خود براتون گفتم که فعلا برمی دولت اگر قرار بود که از امریکایی ها میبریدن، باید بسیار قبل در سالهای 2005 و 2006 آقای کرزی باید میبرید. ولی اگر تو اینجا شما آمدین در اینجا بسیار ناوقت است که از اونا ببرین. بسیار رای ساده است که امرایشان در امی پروسه که میگن امرای طالب ها کنار بیاین و یک دولت متحده تشکیل بدین و احتمالا ما را همه در مقابل چینی ها میخواین استارت بکنن. اینم یک راه حل است. درست. او که یو څه بلم په هغې باندې تاسو یو تحلیل ولرئ، دا چې خپله د بایدن حکومت چې راځي، آیا د سیمې هیوادونو مخصوصا چې چین سیال دی د چینایانو پر وړاندې به آیا د بایدن په سیاست کې څه بدلونونه یعنی نوي تغییرات به راشي چې هغه تغییرات به ښکاره خبره ده چې د افغانستان په وضعیت باندې هم تاثیرات ولري، هم په سیمه کې، هم د پاکستان په حکومت باندې؟ من مطمئن هستم که آقای بایدن احتمالا میخواهد که روابط خصوصا تجاری و اقتصادی را که آقای ترامپ در حد یک جنگ اقتصادی و تجارتی بردن، این احتمالا میخواه یکم فروکش بکنن و یکم روابط امرای چین تا حدود نورمالایز بسازن. ولی به هیچ وجه امریکایی ها از رویارویی با چینی ها نمیتونن به اصطلاح از این به بعد به اصطلاح عقب گرد بکنن. احتمالا رویارویی امریکایی ها با چینی ها 5 سال بعد، 10 سال بعد، 12 سال بعد، یک روز هر دو طرف میدونه که یک روز اتفاق میفته و هر دو طرف به شدت بر از روز آمادگی میگیرن. بنابراین این شیوه برخورد هم کار درست نیست که اگر ما امیدوار شیم که خب اگر بایدن برای 4 سال دیگه همراه چینی ها روابط خوب نگاه میکنه، چطور است که ما از با استفاده از 4 سال نوزم امو اشتباهی را که تا حال کردیم تکرار بکنیم؟ بهتر است که بازی را یاد بگیریم، بدانیم که در دنیا چی جریان داره و کوشش کنیم در طرفی که قرار است بلغزه و چپه شوه تمام وزن خودمون رو نمانیم. حداقل اگر مجبور هم هستیم یک مقدار وزن خود، یک پای خود به طرف نسبتا باثبات‌تر بانیم که اگر چپه شد هنوز هم خود گرفته اوس دغه د ډیپلوماسۍ تعادل څنګه خاغل رحماني د افغانستان په حکومت کې دسی څوک شته دی تاسو د ضعف ټکو ته اشاره کوئ چې د افغانستان په سیاست کې ضعف ټکي د دې لامل شوي دي چې یو مشخصا ډیپلوماسي د سیمې هیوادونو او د نړۍ په وړاندې باندې ونه لرو؟ د ښاغلي اتمر په راتګ سره په بهرنۍ چارو وزارت کې داسې څه تاسو وینئ چې حتما به یو څه بدلونه راشي د افغانستان په سیاست کې د بهرنۍ هیوادونو او د سیمه هیوادونو پر وړاندې؟ خب ببینید در افغانستان بخواین نخواین سیاست خارجی در گرو وزارت خارجه نیست. بسیار وقت میشه که وزارت خارجه افغانستان منعیسی یک نهاد پالیسی ساز یا سیاست گذار کار نکرده. حتی از وقتایی که آدمای مثل رئیس جمهور داود خان، وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس جمهور در این زمان می بود، امو فرمول تا هنوز جریان داره. با وجودی که شما میبینن که بعضی نفرها را خصوصا میبینن وقتی وزیرای خب در رئیس وزارت خارجه چوی نیست، ولی یک تعداد وزیرها را میبینن که به نهایت آدمای ضعیف میرن وزیر میشوند. دلیل اصلی چی است که وظیفه اصلی وزیر گرفته شده و رئیس جمهور احتمالا میخواد تمام کارا را خودش بکنه، ولی یک نفر ناچار است به خاطر سمبولش بشانه. من فکر می‌کنم وزارت خارجه از این امر اونقدر زیاد استثنا نیست، با وجودی که آقای اتمر نسبت به بسیار وزیرا فعالتر است، ولی بسیار زیاد برایش مشکل است که بتونه از به اصطلاح قدرت تصمیم گیری در سیاست خارجی از دست آقای غریب بگیره. این اصلا تقریبا ناممکن است. ولی اگر بسیار از او که هم کم دقیق تر ببینین، شما وقتی در چارچوبات خود هر هم متوجه میشین، میبینین رئیس جمهور در نهایت خودش هم سر یک حاکمیت لازمه در دنیا اقتدار سیاسی خود به شکل نداره که بشینه سیاست گذاری بکنه. به دلیل وابستگی اقتصادی، به دلیل وابستگی نظامی و به دلیل وابستگی های دیگه که در چارچوبات قدرت همیشه میباشه، پیوسته اکثر کشورهایی که افغانستان حمایت میکنه یا امی دولت حمایت میکنه، اونا به شدت در تصمیم گیریش نفوذ میکنن. و څنګه کېدای شي ښاغلی رحماني ستاسو معلومات او تحلیل راخلو چې څنګه کېدای شي چې دغه د ګرو برخې نه دا چې د افغانستان بهرنی سیاست د نورو په لاس کې دی، څنګه باید ځان خلاص کړي؟ دا وضعیت خو د پخوا راهیسې تاسو ته اشاره وکړه چې دوام لري او تاسو به چې تر اوس هم همدغسې یو څه شته دی. ولسمشر غني خپله په دې برخه کې څنګه فعالیت څنګه ارزوي او دا چې څه باید وشي چې دغه وضعیت څخه د افغانستان خلک خلاصون او د افغانستان حکومت خلاصون پیدا کړي؟ ببینن ما جواب این سوال ساده است. ما کشورهایی را داریم که به شدت میخواهند مستقل باشند، ولی پیوسته زیر فشار قدرت های بزرگ خرد و خمیر میشن. به طور مثال در همسایگی ما ایران میبینید که اینا بسیار زیاد میخواهند یک نسبتا یک سیاست مستقل در سیاست خارجی نگاه بکنند، ولی میبینید که چطور توسط نه تنها کشورهای همسایهشان ولی توسط قدرت های بزرگ پیوسته زیر فشار میان، تأثیرات اقتصادی بالایشان میان و بسیار امکانات از نظر نظامی تهدیدشان میکنن. این یک چالش بسیار بزرگ در دنیای سیاست است، ولی دو رکن اساسی داره. شما تا وقتی که از قدرت اقتصادی لازم و از قدرت نظامی لازم برخوردار نباشین، در دنیای امروز در چارچوبات یا در میدان شطرنج سیاست امروز دنیا شما امکان ندارد به اصطلاح حرف اول برای از نظر استقلال سیاسی در سطح دنیا بزنید. حتی در سطح گفتن نمیدونید کشورهای دیگه به شدت میان شما را زیر فشار میگیرن و حرفتان را تغییر میدن. بنابراین ما از حتی اگر خود در سطح این منطقه مقایسه بکنیم با مطور مثال پاکستان، از ما که بین نهایت کشور قدرتمندتر و نسبت اقتصاد بهتر دارن، ولی اونا هیچگاهی نتونستن سیاست مستقل خارجی برای خود ایجاد بکنن. پیوسته زیر فشار اقتصادی و زیر فشار نظامی میرن و حرف کشورهای بزرگ میپرن. من فکر میکنم برای ما اگر قرار باشه یک روز مستقل از نظر سیاست گذاری در سطح سیاست خارجی شویم، من فکر میکنم اگر هم روز کار شروع کنیم 50-100 سال وقت کنیم. خاقل رحمانی درست داد چه دا وقت نیستی، اما حداقل افغانستان په داسې وضعیت ته باید ځان ورسوي چې کله د مذاکرې میز په سرې یا د راکړې ورکړې موضوع نو افغانستان چې کله د نورو هیوادونو سره په میز په سر کینی نو حداقل دا توانایي ولري چې ورته ووایي که درست که د افغانستان کې څه اهداف لري ترلاسه کې نو په بدل کې څه باید افغانستان ته ورکړل شي. دا توانایي خو حداقل باید پیدا کړي. درسته ده چې د سیمې ټول هیوادونه د نړۍ ټول هیوادونه په یو ډول نه یو ډول یو بل سره وابسته دي. ما فکر میکنم او نمو یک راه حل است، ولی به احتمال اغلب در دنیایی که دمو اندازه ضعف اقتصادی و نظامی که ما هستیم، در هر معامله سیاسی که روبرو شیم ما ناچار هستیم 80% حرف طرف مقابل بپذیریم تا اونا 20% حرف ما را بپذیرند. ولی ما یک دو مثال میتونم. ما در دنیای در تاریخ خود یک دو مثال جالب داریم برای از اینکه در گذشته رهبرای نسبتاً هوشیارتر چگونه کردن. یکی از اون رهبرها عبدالرحمن خان است و یکی دیگه هم زاهد خان. شما می‌بینین به وقت تاریخ بخوایم به صراحت می‌بینین که با درک این مسئله که میدونن کشور ضعیف هستن و اقتصاد اردوی ضعیف دارن، چگونه به اصطلاح کوشش میکنن که در بسیاری از زدوبندها تا حد امکان حرف گوش بکنن و یک مقدار کم اگر چیزی رو به دست هم میارن قناعت بکنن، با امید از این که 10 سال 50 سال 100 سال بعدتر ما قدرتمند شویم و بعد از او بتونیم به اصطلاح حرف اول بگویم. حال بسیار زیاد ما در 50-60 سال بسیار زیاد بله په همدې هیله چې ډیل 50-50 شي. مننه کور ودان او په همدې سره راورسېدو د آغاز روز د خپرونې پای ته.